سلام و درود بینندگان گرامی. امروز 28 آگوست سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید. اینک خبرهای مهمی تاجیکستان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. هلاکت 13 نفر در یک شب. در پی بازداشت خالق‌زاده مدیر ایرگراف هم بازداشت شد. بابای دانه یکی از سابقه داران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درگذشت. در تاجیکستان شب 27 آگوست سال جاری بر اثر بارندگی شدید و آمدنی سیل‌ها 13 نفر به هلاکت رسیدند. هلاک شدگان که 3 نفرشان زن و 8 نفر دیگری آنها مرد گفته می شود، ساکنان دهه‌ای سرشته جماعت دهاتی سیمی گنج شهر وحدت بودند. ساکنان این دهه 2 نفر دیگر را از داخل ماشین زنده بیرون آوردند. سیل به جماعت های سیمیگنج، رامید و نومان رازیق شهر وحدت آسیب جدی رسانده است. به اطلاع خبر، زیاد از 100 خانواده از ساکنان این جماعت ها موقتاً به جای های امن کوچیده شدند. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بر اثر آمدن سیل ها تلفات جانی در دیگر نواحی کشور نیز به قید گرفته شده است. از جمله در ناحیه رودکی 2 نفر جان باخته با چند انشاءات دیگر خسارت وارد شده است. همچنین برخی منابع میگویند سیل حتی به شهرهای حصار، دوشنبه و ناحیه ورزاب نیز خسارت وارد کرده است، ولی از تلفات جانی گزارش نشده است. اینچنین درباره ضررهای عمومی وارد شده از این سیل های شدید دیروز نهادهای دخلدار کشور تا هنوز گزارش ندادند. همزمان در شهرهای دوشنبه خوجند نزدیک 30 ماشین سبکرو زیر لای ماندند. گفته می شد حالا گروه نجاددهی کمیته حالت های فوق‌العاده کشور به ماشین های درمانده کمک می رسانند. یادآور می شویم که روز 27 آگوست در اکثر منطقه های تاجیکستان هوا بارندگی بود. بر اثر آن در منطقه های کوهی کشور بارندگی شدید به وقوع پیوست که در نتیجه سیل ها به وجود آمده خیلی جای ها را خراب کرد. مقامات تاجیکستان در پی بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا مالک نشریات ایرگراف را نیز بازداشت کردند. نزدیکانش میگویند از زمان بازداشت تا حال او را نمیتوانند ببینند. یک منبع از دوشنبه که نخست نامش ذکر شود در صحبت با ازتیوی گفت مدیر کلی نشریات ایرگراف یک روز پس از بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده مؤلف کتاب بحث برانگیز حوادث روزگار من بازداشت شده است. منبع میگوید کتاب مذکور در این چاپخانه به تب رسیده بود و شاید بازداشتش به همین مسئله ربط داشته باشد. با اطلاع منبع پیوندانش درباره بازداشت او صحبت نمی کنند، ولی به گفته او قبلا مقامات مدیر کلی نشریات را 2 مراتبه برای بازپرسی دعوت کرده جواب دادند. اما بعد یک روزی بازداشت خالق‌زاده او را به بازپرسی دعوت کردند و از آن زمان تا امروز کسی او را در جای کارش یعنی چاپخانه ندیده است. میگوید منبع تماس های از دتیوی به اداره چاپخانه مذکور به نتیجه بود و همزمان شماره تلفن مدیر این چاپخانه نیز دستنارست شده است. منبع ما همچنین افزود که چاپخانه که شرکت خانوادگی است و آن را چند برادر اداره میکردند وقت های آخر یکی از چاپخانه های موفق کشور به شمار میرفت و در حال رشد یافتن بود. موافق گفته برخی آگاهان قضیه بازداشت مدیر کل چاپخانه ایرگراف ظاهرا با بهانه نشر کتاب حوادث روزگار من است. اما عملا این شرکت موفق را که رقیب چاپخانه داماد امل رحمان نشریات معاصر دانسته می شود از میدان بیرون کردن است. یادآور می شویم که سال 2020 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که با فرمان خود امل رحمان کتاب تاجیکان باباجان غفوروف با تعداد 1,600,000 نسخه چاپ شده به هر خانواده تاجیکستانی یک نسخه همچون تحفه تقدیم شود. برای چاپ این مقدار نسخه از بودجه دولت 136 میلیون سومانی جدا شده بود. آژانس خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان که مدیر آن زین‌الله شریفوف برادر شمس‌الله صاحبوف داماد امل رحمان است برای چاپ کتاب ماه فوریه سال 2020 آزمون یا تندری کشاده اعلان کرد. در این تندر 3 چاپخانه نشریات معاصر، گنج نشریات و ایرگراف شرکت کردند. موافق معلومات یک تحقیقات ژورنالیستی که آن زمان رادیو آزادی گذرانده بود برای چاپ 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان چاپخانه داماد امومالی رحمان نشریات معاصر 133,280,000 سومانی، گنج نشریات 149,920,000 سومانی و ایرگراف
4,500,000 سومانی پیشنیاد کردند. ولی چون مدیر اوژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان برادر شمس‌الله صاحبوف است، چاپخانه برادرش نشریات معاصی را برنده تندر اعلان کرد و باز به جای 4,5,000,000 پیشنیاد کرده ارگراف 136,000,000 بودجه دولتی به کیسه داماد امالی رحمان ریخته شد. با گفته آگاهان، اگر بهانه چاپ کتاب حوادث روزگار منی خالق‌زاده باشد، چاپخانه به هیچ وجه جوابگری محتوای کتاب نیست. ولی این بهانه است و داماد امالی رحمان مالکان ارگراف را رقیب خود دانست و با بهانه کوچک میخواهند او را از بین بردارند. زیرا هیچ رقیب در تاجیکستان نمیتواند در برابر تجارت دامادهای امالی رحمان و دیگر نزدیکانش قامت راست کند. دانایور نبیف، معروف به بابای دانه، یکی از سابقه‌داران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بیگاه 27 آگوست سال جاری در سن 89 سالگی از عالم درگذشت. محمدی تیشیف، عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت با زتیوی خبری مرگ بابای دانه را تصدیق کرده گفت بابای دانه دیروز بیگاه تقریبا ساعت 16:00 در منزل زیستش در دهه گلبوته جماعت چیمتپه ناحیه رودکی درگذشت و امروز ساعت 10 به وقت محلی در همین دهه جنازه‌اش آن برگزار گردید. با گفته تیشیف، بابای دانه وقتهای اخیر و بعد از آزادیش از زندان از بیماری سیل و درد گرده‌هایش رنج میکشید. یادآور میشیم که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دانایور نبیف را روز 27 آگوست سال 2020 با اتهام رساندن کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت کرده بود. محاکمه نهایی او 4 ماه بعد روز 28 دکبر سال 2020 پس از درهای بسته در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه صورت گرفته، دادگاه این عضو پیشین و سالمند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با اتهام افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک که در خارج به 7 سال زندان محکوم کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بیانیه همه اتهامات را سیاسی و محض برای بدنام کردن این پیرمرد بیگناه دانسته بود. بعد از زندانی شدن بابای دانه، چندین سازمان های بانفوز بین المللی حامی حقوق بشر از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ حبس نبیف را محکوم کرده آزادی او را تقاضا کرده بودند. پرونده این پیرمرد از پرسر و صدا ترین پرونده های اخیر در تاجیکستان بود که ساکنان در شبکه های اجتماعی حکومت کشور را زیاد تنقید کردند. بالاخره بعد از چند ماهی بازداشت و بعد شدن وضع سلامتیش، بابای دانه از زندان آزاد شده بود. آن زمان پیوندانش در صحبت با رسانه‌ها گفته بودند که قسمی از جزایش بر اساس قانونی عفو کم شد و دادگاه پیرانسالی و بیماریش را به عنایت گرفته او را از ادامه جزا در محبس آزاد کردند. دانایور نبیف یکی از سابقه‌داران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده، تا زمان قطع شدن فعالیت آن در کشور رئیس کمیسیون تفتیشات این حزب در ناحیه رودکی بود. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروز. بینندگان عزیز، میتوانید شرح مفصل اخبار بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دوتیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از دوتیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.